تشکر از این افغان با گزارش خوبی که برای ما شما داشتند. به برقی موضوع امروزی ما هست در برنامه صبح زندگی. شما هم ما را تنها نگذارید سری بزنید به صفحه فیسبوک صبح و زندگی نظراتتون حتما برای ما بفرستید و ما حتما هستیم و دیدگاه شما ایزان را به خانش میگیریم. انرژی در افغانستان موضوعی هست که در این بخش می‌خوایم صحبت‌ها داشته باشیم. با جناب آقای خواجه جاوید صدیقی رئیس مرکز تحقیقات شهری وزارت شهرسازی. شما را خوش میگم. و صبح و زندگی صبحتان بخیر باشه تشکر صبح شما و صبح مردم عزیز ما همچنان بخیر زنده و سلامت باشین استاد محترم استاد بین در کل یک تعریف داشته باشین شما از انرژی بسم الله الرحمن الرحیم انرژی یک مسئله بسیار اساسی در در تقریبا در, در افغانستان نه در تمام دنیا است انرژی عبارت از همون توان انجام یک فعالیت یا یک کاری است که به انواع مختلف می میتونه تعریف شود اما آنچه که بر ما مهم است منابع انرژی است که از چه نوع ما انرژی را بدست ان به دست میاریم انرژی به انواع مختلف به دست یا انرژی وجود داره انرژی چیزی نیست که تولید شود یا چیزی نیست که از بین بره انرژی فقط تغییر شکل میتر تبدیل میشه از یک نوع به نوع دیگه. و آنچه که ما در افغانستان داریم منابع مختلف انرژی داریم در افغانستان اما یک مقدار در مورد انرژی بزرگ نمایی شده موضوعات انرژی زیادتر سیاسی شده تا تکنیکی و آنچه که در واقعیت ما انرژی داریم بنان نیاز داره که روی موضوع انرژی یک مقدار تکنیکی و همچنان آنچه که است صحبت شود اوسا در رابطه با انواع انرژی میشه صحبت کنی چرا که اکثر کسا آشنایی و بلدیت ندارن با انواع انرژی بعد میبرزی به بعضی مسائل دیگه ای که واقعا همین منابع تولید انرژی چی هست و چقدر استفاده خوب در افغانستان صورت میگیره انرژی انواع مختلف داره ما انرژی آبی داریم انرژی آفتابی و نوری خورشیدی داریم انرژی شیمیایی است انرژی هسته است انرژی مکانیکی است انواع مختلف انرژی است میشه نام گرفت اما یک نوعی که مروج است افغانستان انرژی آبی است یا مهم. هایدرو پاور است که ما همیشه استفاده کردیم و احساس میکنیم که ما از نظر انرژی آبی میتونیم در کوتاه آمدت خودکفا شایم. یک برداشت نادرستی است که همیشه در از مردم داده میشه و بر مردم در خور مردم داده میشه مهم. من فکر می از انرژی آبی تا یک اندازه ما میتونیم استفاده میکنیم میشه روی منابع دیگه انرژی مثل انرژی خورشیدی انرژی مهم. بادی هم یک مقدار در ساعات مشخص میتونه کاربرد داشته باشه و استفاده شوه و, و این فارم هم در بعض جا اما میشه روی سیاست گذاری هایی که نسبت به انرژی داریم ما یک تجدید نظر شوه یک فکر شوه به شکل درست و علمی روش صحبت شوه تا بتانیم به یک آن به منبعی دست پیدا بکنیم و استفاده بکنیم که بتانه و نیازمندی های ما را رفع بکنه. <applause> استاد حالا اکثر کسان میگن که مثلا انرژی که در افغانستان تولید میشه از او استفاده درست صورت نمیگیره حالا بیشتر کسان سوال برشان خر شده که آیا سرمایه گذاری درست بالای انرژی افغانستان صورت نگرفته که ما با این مشکل روبرو هستیم مثلا ما میتونیم بی برخی مثال بزنیم که موضوع کلی ما هم از امروز در برنامه صبح زندگی میشه در رابطه با این موضوع بیشتر صحبت کنیم که واقعا مشکل از کجا هست که امسال ما نتونستیم از انرژی که در افغانستان تولید میشه استفاده درست خوبتری داشته باشیم در رابطه با بند برق هم شما صحبت هایی داشتین میشه که در رابطه با کمی صحبت که واقعا مشکل از کجا هست و چرا امسال با این مشکل مردم افغانستان زیادتر رو برو هستن و خصوص در پای تخت در کابل من فکر می کنم به صورت علمیش ما اگر روی موضوع انرژی بیم کمی کار بکنیم میتونیم به مشکل به رفع مشکل برسیم اه اگر اه ما مجموعه انرژی که به افغانستان فعلا وجود داره یا استفاده میشه رو, رو اون مجموعه و نیازمندی هایی که ما داریم کمی فکر بکنیم ما تقریبا در حدودی از نظری تکنیکی برای هر هزار نفر ما یک مگاوات برق ضرورت داریم در اگر نفوس افغانستان را سنجش بکنیم ما در مجموع 10000 مگاوات برق ضرورت داریم اما آنچه که تولید داریم در حدود 350 تا 300 تا مگاوات برق است که ما در انرژی خودی تولید داریم در افغانستان و انرژی که از وارداتی از در حدود 1100 مگاوات وات هم در این حدود است یعنی ما مجموع انرژی که ضرورت داریم تقریبا از مجموع ضرورت ما 10 تا 15 فیصد وارداتی جمع تولیدی در افغانستان داریم از امو 15 فیصد ما تقریبا 30 فیصدش تولید میکنیم 70 فیصد دیگه از وارداتی است یعنی ما اگر وارداتی رو مکمل رد هم بکنیم یک اشتباه است ما نیاز داریم تا یک تا میان مدت تا تا در دراز مدت نمیشه گفت تا میان مدت ما ضرورت داریم از برقای وارداتی به شکل درستش استفاده بکنیم و, است و مورد خریداری شو و استفاده شود بنا نمیشه توقع کرد که افغانستان در کوتاه مدت میتونه از انرژی خود را خود کفا بکنه یک سلسله از شایعاتی که کمپاینی میشه که ما میتونیم در 5 سال آینده مثلا 2000 مگاوات مچوم چقدر تولید بکنیم بسیار گپایی است که غیر علمی و غیر تکنیکی است ما یگانه چیز یگانه منبعی که زیاد سرش فکر میشه منبع آبی است و منبع سولار از زیاد در افغانستان چون تعداد زیاد روزای ما روزای آفتابی است روی سولر فکر شده اما انرژی سولر خیلی پرمصرف است و از نظر تکنیکی بس، مینتیننسش بسیار مشکل داره و پر هزینه است بنان ما یک دستگاه حرارتی دس، یک مرکزی تولیدی سولار در قند، در قندهار در قندهار فکر می کنم ساخته که تقریبا 10 مگاوات برق تولید داره 20 میلیون دلار ما مصرف کردیم روی اون و همچنان بر بادی هم مشکلات خود را داره در ساعات مشخص میتونم ما برق بادی تولید بکنیم که در قسمت های هیرات و فرا یک قسمت های از که موسمی است و هم بسیار مشکل داره استیبل نیست و برق هم و خیلی پرهزینه هم است اگر در دنیا یک برق های بادی قدر پر هزینه نیست یعنی یک 2.5 دو مگاوات دو اگر ما تولید بکنیم در حدود یک لک یا تا 2 لک دلار زیادتر مصرف نمیه اما اینجا ما دو میلیون سه میلیون دلار مصرف میکنیم دو کیلو دو مگاوات برق تولید نمیتونیم بکنیم بنان میشه که سری سیاست گذاری یک مقدار فکر شد و مدیریت انرژی نباید سیاسی برخورد بکنه و ارقام غلط و نادرست را برای مردم بته بنان اگر ما واقع فکر بکنیم باز میشه که برای حلش هم راهکارهای مشخص را در نظر بگیریم راهکارهای هست که میشه رویش بحث <تصفح> حالا استاد اگر بیم سری بزنیم به گذشته افغانستان مثلا از در گذشته از گاز و آب و باد و آفتاب هم زیاد استفاده میکردن یعنی برای تولید انرژی در افغانستان ولی در این 17 سالی که سپری شده به در زمان حکومت وحدت ملی اینا هیچ اقدام درستی نکردن در این راستا به نظر شما آیا مشکلات سیاسی هست یا که همکاری نکردن بعضی از کشورهای هم مرزی که با افغانستان هستند مسئله مسئله تولید انرژی ارتباطی زیاد از نظر تاثیرگذاری تاثیرگذاری همسایه ها هست نه اینطور نمیشه شاید تاثیرگذاری قسمی باشه که غیر مستقیم نمیمونن ما برق تولید بکنیم اما آنچه که مشکل اساسی است مشکل داخلی است مشکل داخلی ما کمبود ظرفیت در خود مدیریت تولید برق داریم اونا ظرفیت های کافی ندارن که بتونن مشکل موزل برق را حل بکنن در مجموع سیاست گذاری هایی که میکنن فقط ارقام نادرست را به ارائه میکنن می اما اگر ما در سیاست گذاری و مدیریت خود کمی توجه بکنیم میتونیم موزلی برق را حل بکنیم سکتور خصوصی را داخل بسازیم یک منابع بسیار خوبی سرشار است که میشه از این منابع در تولید انرژی چون انرژی خودش صنعت است میتونه درا درآمدی است میتونه درآمد داشته باشه ما از تولید انرژی سکتور خصوصی داخل شود سیاست درست اتخاذ شود همچنان ما زیادتر متکی به مو پروژه های بزرگ نباشیم میشه پروژه های کوچک غیر متمرکز سازی مهم. در بخش تولید انرژی شکل بگیره خانوار میتونه تا در تولید انرژی سهم بگیرن در خانه میشه سولر نصب خود خانه اینترنت بکنه یعنی به انواع مختلف اگر ما در نوی برخورد ما بر, بر, تولید انرژی تغییرات بیاریم سیاست گذاری مناسب را با در نظر داشت شرایط افغانستان اتخاذ بکنیم ما فکر میکنم مشکل انرژی تا اندازه میتونه حل شود بله استاد گفتم میشه که دمی چند سال نه چندان دور دیگه یعنی دمی آینده بسیار نزدیک حالا انرژی برق در افغانستان زیادتر هم و بیاد گروپ هم تصمیم گرفتن که از طریق گاز برق تولید کنند در افغانستان که خبر بسیار خوشی هست که ما میتونیم هم به شما داشته باشیم هم به با بیننده ها و هموطنان عزیز ما و ای به نظر شما ای هم مدت زیادی رو در بر میگیره که ما به مسرق گاز تولید برق داشته باشیم یا نه ای یک پروژه خردی هست و ما میتونیم راحت تر برق بدست بیاریم که اکثر کسایی که حالا کار بلد نیست نشستن بتونن که راحت تر این کار انجام بدن یعنی من یادآوری نکردم از از حرارتی بر هم میتونه یک یک بخشی از راه حل باشه یعنی ما باید توجه بکنیم بیاد گروپ خیلی یک خوب حرکتی را شروع کردن امه. ما میتونیم از گاز حرارت چی استفاده بکنیم و تولید برق بکنیم از منابع دیگه استفاده بکنیم زغال سنگ استفاده بکنیم ما به اون حد محیط را تا هنوز ده اون حد افغانستان نشده که بله به اون حد تولید بکنه که محیط را زیاد صدمه بزنه در موقعیت هایی که از ما میشه استفاده بکنیم یعنی اگر از انرژی حرارتی هم ما استفاده بکنیم میشه یعنی یک راه حلی است که میتونه قدمی باشه برای حل مشکلات بی برخی در افغانستان سلام سلامت باشین جناب اقای صدیقی از اینکه امروز دعوت ما رو پذیرفتیم با امید همکاری هرچی بیشترتان در برنامه بعدی سلامت باشین